سلام من مرسا هستم بعد از یه وقفه طولانی برگشتم تا بیشتر از قبل از فیلم های مورد علاقم بگم ممنونم از همراهی و توجهتون این دفعه تصمیم دارم از فیلم پورتینگز بگم فیلمی که به تازگی منتشر شده و به نظرم تا اینجا یکی از خواسترین فیلم های امسال بود فیلم به کارگردانی آقای لانتیموس محصول سال 2024 فیلم در مورد زنی به نام بلا که تا دم مرگ رفته اما دانشمند عجیب و غریبی به نام گادوین اونو پیدا میکنه و به روش خودش این زن رو به زندگی برمیگردونه. به نظرم این فیلم رو میتونیم یه یادآوری بدونیم بر مفاهیمی مثل فردیت، جسارت، میل به دونستن، توجه به امیال و ساختن جهانبینی شخصی. من فکر میکنم اخیرا تولید فیلمهایی با مفاهیم اینچنینی و بویژه مفهوم فردیت بیشتر از قبل شده شاید واسه اینه که تفاوت های فردی در جامعه واقعا داره کمرنگتر میشه و خب این موضوع آسیب زننده است اگه فیلم رو ندیدین از اینجا به بعد شاید مجبور بشم بخشی از داستان رو لو بدم دوست دارم اول از حال و هوای بسری فیلم براتون بگم هممون میدونیم که اصلی ترین ویژگی این فیلم عجیب بودنشه پس کارگردان به هر شکلی خواسته این ویژگی رو به رخ بکشه استفاده از لنزهای به شدت واید و فیش آی به نظرم جلوی این احساس رو میگیره که ما تصور کنیم درون فیلم ایستادیم و تماشا میکنیم در واقع ما از بیرون نظارهگر اتفاقات فیلم خواهیم بود رنگی و سیاسفید بودن فیلم به شدت روی سیل تکامل شخصیت اصلی تاثیر گذاره میبینیم که ابتدای فیلم وقتی که بلا همچنان مثل یک کودک وابسته به گادوین و تحت نظر اون زندگی میکنه تصویر سیاه و سفیده اما به محض اینکه بلا تصمیم میگیره خونه رو ترک کنه فیلم رنگی میشه و البته طراحی لباسهای بلا و آستینهای پفی عجیبش به نظرم به شدت در شخصیت پردازی بلا تاثیر گذاره در ادامه میخوام در مورد مفاهیمی که در طول تماشای این فیلم بهم به یادآوری شد بگم توی این فیلم میبینیم که بلا مثل یک کودک مسیر رشد و تکامل رو طی میکنه مسیری که هممون طی کردیم اما اکثرمون چیز زیادی از این فرایند به یاد نداریم به نظرم این فیلم دقیقا در همین مورده اینکه یادمون بیاره اولین تجربه هامون چه شکلی بوده و چه حسی رو در ما بیدار کرده یادمون میاره زندگی کردن با شوق فهمیدن چیزهای بیشتر و کشف تجربه های متفاوت چقدر میتونه لذت بخش باشه. دقیقا مثل زمان کودکی که مغزمون پر نشده بود با کلیشه های جامعه برای تایید شدن و حتی ترد نشدن. در واقع در این فیلم کم نیست لحظاتی که بلا چارچوبای مرسوم رو میشکنه مثل وقتی که غذایی رو که دوست نداره جلوی بقیه آدم ها از دهنش بیرون میریزه یا تعارفات مرسوم رو نادیده میگیره در واقع به نظرم مسیری که بلا طی میکنه به این شکله جهل مطلق زمانی که پیش گادوین زندگی میکرد میل به کشف آشنایی بلا با مردی به نام ودربرن که در این راستا بلا به میل جنسی و غریزه های خودش هم پی میبره ماجراجویی تصمیم به ترک خونه میگیره مواجهه رفتن به شهرهای پرتغال پاریس و حضور ناخواسته در کشتی تجربه شروع به امتحان کردن چیزهای مختلف توی اون شهرهایی که رفته بود فهمیدن آشنا شدن با کتاب و تفکرات مختلف شکل دادن درک شخصی خودش از مسائل و در ادامه میل برای کمک به دیگران جایی که با فقر مواجه میشه در واقع تغییرات ناشی از مسیری که بلاتهی میکنه رو میتونیم در ظاهرش مثل راه رفتن و حالات چهرش هم ببینیم و حتی در رنگ بندی فیلم که کم کم از حالت اقراغامیز خارج میشه و شکل متعادل تری رو میگیره. اولین باری که مشتاق دیدن این فیلم شدم با دیدن تصویری از گریم اماستون با موهای مشکی بلند بود و خودم گفتم که من باید این فیلم رو به محض پخش شدن ببینم به نظرم این یکی از متفاوت ترین و بهترین نقش های اماستون بود که هنرمندانه بازیش کرد ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین از این به بعد قرار فعالیتم تر و بیشتر باشه خوشحال میشم اگر در ادامه هم همراه من باشید